همچنین که گفتن مهمان عزیزی داریم، دکتر ساسان توسلی، که امروز از جهات مختلف این رو تفسیر میکنن و فقط متمرکز ایران نخواهیم شد. شاید هر جایی که امروز حرفی از جفا در مسیحیت در بر مسیحیان هست در موردش صحبت خواهد شد. اما قبلش یه ویدیو کلیپ با هم نگاه بله. کنیم، برگردیم و بعد با دکتر ساسان توسلی بقیه برنامه رو ادامه خواهیم داد. پس با ما باشید. خب با شما هستیم با برنامه پژواک با موضوع جفای کلیسا و دنیای امروز. امیدواریم که با ما باشید. با صحبت‌هایی که در این مورد خواهیم کرد می‌خوایم این مسئله رو خورده به صورت کلی با هم نگاه کنیم، دیگه وقت رو بیشتر از این تلف نکنیم. برادرمون ساسان اگر روی خط هستید در خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنیم خدمتتون. سلام عزیزان، خیلی ممنونم برای دعوت این هفته. مرسی. سلام دکتر ساسان توسلی، مرسی به خاطر اینکه می‌دونم شما دائم در سفر هستید. میدونم تازه هم از سفر برگشتید، تا برمیگردید ما هم تلفن رو برمیداریم میگیم که بیاید با ما باشید، از حضورتون و دانشتون استفاده کنیم. مرسی به خاطر این فرصت گذاشتید. خیلی ممنونم عزیزم. دکتر ساسان توسلی، توی هفته‌های گذشته ما به جفای مقدار تمرکز خاصی داشتیم به خاطر چیزهایی که توی ایران میگذره و خیلی مستقیما و مشخصا در مورد جفایی که از طرف مذهبیون و یا دولت مذهبی به مسیحیان وارد میشه نگاهایی داشتیم و صحبت‌هایی کردیم، ولی حقیقت امینه وقتی که با شما صحبت میکردیم این رو هم مطرح کردید که این جفا تنها مختص به دنیای مذهبی نیست، بلکه یک مسیحی در تمام شرایط زندگی، در تمام قسمت‌های اجتماع، در از ابعاد مختلف به خاطر ایمانش تحت فشار. دوست داریم اینقدر بیشتر در مورد این مسئله با همدیگه صحبت بکنیم و ادامه بدیم. بسیار خوب عزیزان، من طبق معمول همیشه دوست دارم خودم از یک کتابی استفاده بکنم برای صحبت‌هام و این کتاب رو میخوام معرفی کنم توی صحبت امروزم. نمیدونم توی دوربین شما عزیزان میبینید این کتابو. تیتر کتابش هست Faith That Endures. Faith That Endures که دوستان کمک کردن اینو واسم ترجمه کردن، کتابی به نام ایمان و استقامت، که من نویسنده این کتاب رو خودم افتخار ملاقاتش رو داشتم در آفریقای جنوبی چند ماه پیش که اونجا بودم برای یک کنفرانسی، و یک محقق نویسنده این کتاب، محقق بسیار بسیار عمیق، خیلی شخصیه که سالیان سال به عنوان یک خبرنگار در چین زندگی کرده و در نقاط مختلف دنیا، و کتابیه که چشم خود من رو خیلی باز کرد به موضوع جفا در دنیا و ابعاد مختلف جفا. و این یک نکته‌ای که هم تو این کتاب نویسنده مطرح میکنه، هم ما این رو میدونیم واقعیته که بزرگترین گروه دینی در دنیای امروز، بزرگترین گروه دینی در دنیای امروز که تحت جفا و آزار هستند به خاطر ایمانشون، مسیحی‌ها هستن. یعنی این یه واقعیتیه که مسیحی‌های فرقه‌های مختلف در شرایط مختلف دنیا، چه حالا زیر دولت‌های کمونیسمی مثل چین یا کره شمالی یا شوروی سابق، چه زیر چریکای چپی در آمریکای لاتین، چه زیر فشار هندوهای افراطی‌گرا در هند یا بودایی‌های افراطی‌گرا در جاهای مثل لاوس یا برما یا جامعه‌های اسلامی خاورمیانه، پس در انواع و اقسام شرایط سیاسی و فرهنگی و جغرافیایی مسیحی‌ها تحت آزار و جفا در ابعاد مختلف هستن تو همین دنیای امروز. بله. پس این واقعیتی که باید با چشمای باز به این مسئله نگاه کنیم. درسته. و
یه نکته‌ای که من خودم یعنی یکی از وبسایت‌های خیلی معتبر، سازمان‌های خیلی معتبر که موضوع جفا رو دنبال می‌کنه تو دنیای امروز، سازمان اوپن دورز هست یا درهای باز، و من همین الان داشتم این توی وبسایتشون نگاه می‌کردم که لیست جدید کشورهایی که مسیحیت رو تحت جفا قرار میده، 10 کشور اول متاسفانه ایران ما به رتبه دوم رسیده تو دنیا توی جفای مسیحی‌ها. رتبه اول مال کره شمالی هست و بعد رتبه دوم مال ایران هست و بعد من میخونم 10 اول رو، بعد از ایران افغانستان، عربستان سعودی، سومالیا، مالدیوز، یمن، عراق، ازبکستان، لاوس و پاکستان هم شماره 11 است. پس میبینیم توی این 10 اول به غیر از 2 کشور بقیه متاسفانه کشورهای اسلامی هستن و کشور ایران ما هم متاسفانه واقعا جای تأسف داره که رتبه دوم رو داره در آزار و اذیت و جفای مسیحیان. در واقع اکثر جفا از طرف مذهبیون وارد مسیحیان وارد میشه تا بیشتر جوامع دیگه. بله ولی خب نه، حالا میخوام الان همینه، ولی خب میگم شماره کشور شماره 1 که بزرگترین و وحشتناکترین جفا رو داره کره شمالیه، یک دولت کمونیست و هیچ ربطی حالا تو اون کشور به مذهب، هیچ مذهب و دینی نداره، ایدئولوژی کمونیسم و ایدئولوژی چپگرای کره شمالی هست که مسیحیان رو تحت آزار و شکنجه و جفا قرار میده. پس این واقعیت دنیای امروزمون هست. حالا من دارم، اگر شما عزیزان میخوای سوالی بکنید آزادید، ولی من اگر علاقه من باشید میخوام نکاتی رو از این کتاب Faith That Endures یا کتاب ایمان و استقامت من گرفتم و میخوام ازش استفاده بکنم. نویسنده میگم ابعاد خیلی مختلفی رو مطرح میکنه، مثال میاره از خیلی کشورهای مختلف، از چین، هند، پاکستان، آمریکای لاتین، خاورمیانه، خودمون از ایران اسم میاره، ولی به طور کلی نویسنده این نکته خیلی جالبی رو میگه، میگه که چه جفا تو سطح خیلی وسیع، چه حتی جفا تو یک منطقه و یا محله خاص توی شهر، حتی میگه که یک پترنی هست، یک الگویی که مکررن میبینیم، این الگو تکرار میشه وقتی که میبینیم جفا داره به سوی جامعه مسیحی شدید میشه، و این پترن یا این الگو 5 مرحله داره. 5 مرحله. مرحله اول یک خلعی تو یک محله به وجود میاد، یعنی افراد میانگرا، افرادی که متعادلانه میخوان برخورد کنن با اجتماع، اونها از صحنه کنار رفتن و توی این خلأی که تو این جامعه باز شده یه شخصیت قلدر وارد صحنه میشه، شخصیتی که میخواد مردم رو به ذوق و شوق و هیجان در بیاره و یه مقدار به طرف اهداف خودش، اهداف افراطیگری خودش بکشه. پس این پله دوم هست، بعد از خلأ یه نفر آدم که شروع میکنه، شخص افراطی که اون خلأ رو پر بکنه، و بعد یک دروغی رو مطرح میکنه این شخص، تهمت، دروغ، همینی که بنده خودم چند هفته پیش اومدم توی برنامه شما عزیزان، خیلی مهم بود که به نظر من ما جواب بدیم به صحبتهایی که آقای تمدن استاندار تهران درباره تهمتهایی که به مسیحا زده بود. حالا یک نوع تهمت و دروغ به یک گروهی شروع میکنن دادن این شخص، و بعد این اشخاص شروع میکنن به جمع کردن، انگلیسی میگه ماب، به جمع کردن افراد برای هرج و مرج، یعنی حالا به قول فارسی خودمون یه سری افراد قلدر چماقدار میان تو میدون، شروع میکنن به شعار و به فحاشی و به حمله کردن، همونی که الان هم توی قاهره داریم میبینیم، دولت مصر داره دیروز شروع کرد به جون مردم افتادن، پس این ازدحام و هرج و مرج به وجود آوردن، و بعد پله پنجم یک بلندگو، انگلیسی میگه مگافون، یعنی این دروغ رو این اشخاص دائم تو جامعه تکرار میکنن که مردم جامعه رو به طرف دروغهای خودشون بکشونن.